تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می کند. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه 22 شهریور ماه و اینجا مسجد بلال سازمان صدا و سیماست، جایی که همه آمدن تا برای آخرین بار با پیکر زنده یاد حسین عرفانی، این استاد بی بدیل صنعت دوبله، ودا بکنن. همراه ما باشید تا بخشهایی از این مراسم رو تقدیم حضورتون کنیم. انشالله که خدا به خانوادش صبر و شکیبایی بده. حسین عرفانی یکی از صمیمترین دوستان من بود، مرحوم حسین عرفانی. از صمیم من زمانی که وارد دوبله شدم با ایشون آشنا شدم و سالیان دراز در کنار هم بودیم. ما همکارامون رو بیشتر از خانواده خودمون میبینیم و اون صمیمیت و نشاطی که در وجود این آدم بود، باور کنید در هیچ کدوم از افراد دوبله پیدا نمیشد. از درب استودیو که وارد میشد، این با خودش مثل که یه خروار، یه دریا نشاط و شادی میبرد، میگفت، میخندید، با همه صمیمی بود، همه رو به اسم کوچیک صدا میکرد. رو صمیمیتش، رو دوست داشتنش و از همه بالاتر صدای بسیار زیبایی داشت و این صداش باعث ترقی روزافزونش بود. جای بهترین هنرپیشه ها صحبت کرد. بازیگر بسیار خوبی بود، دوبلور بسیار خوبی بود، آدم بسیار خوبی بود، آدم نورستونی بود، آدم بزلگویی بود. باور میکنید اگر آدم 10 دقیقه با ایشون میستاد صحبت میکرد، باور میکنید که اصلا نه حوصله سر میرم، نه میخواستی بری، هی دوست داشتی با عرفانی بمونی و با صحبت کنه، خاطره بگه، میگفت، میخند. اصلا من باورم نمیشه، به هیچ وجه من باورم نمیشه حسین عرفانی الان بین ما نیست. ایشون یک گوینده بسیار بسیار واقعا قدرتمند. حالا خدا نجات داره دوستان دیگری هم که در دوبلاژ هستن اینا، ولی ایشون واقعا منحصر به فرد بود. همه هم میدونن نیازی نیست که من از ایشون صحبت کرده باشم، ولی من خاطرات زیادی از رادیو دارم با ایشون. تسلیت میگم خدمتت. حسین عرفانی رو از دست دادید، دوست و همکار دیرینه سالها. چیز دیگه بود، یعنی یه چیزی که همه چیز بود، حیات جان صدا بود. حسین هم بازی صدا بود، هم بازی تئاتر بود، هم بازی بازیگری در سینما بود. صداش یک صدای همه فن حریف، یک صدای قادر، یک صدای توانا، یک صدایی که بدون تردید دیگه تکرار نخواهد شد. در صدای حسین عرفانی ما همه باید دنبال کلمه حیات جان صدا بگردیم. همیشه من میدونم حسین عرفانی را از این به بعد در خواب خواهم دید، اما بدون حسین جان یواشکی دوستت دارم و دوستت خواهم داشت. پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست، بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست. پرنده فاصله بالهای پرواز است، پرنده خواستن آسمان درون دل است، پرنده خواستن آسمان درون دل است.
حسین عرفانی یک همکار خوب بود، یک دوست خوب، آدم شوخ‌طبعی بود، همیشه میخندید و شوخی میکرد. از نظر کاری کارنامه بسیار بسیار درخشانی داره. گوینده قهاری بود، توانا بود، هر رولی رو میگفت. فقدانش واقعا برای ما خلأ بزرگیه، برای حرفه ما. من اصلا باورم نمیشه که ایشون دیگه نیستن، از بین ما رفتن. ولی خب خیلی زود این بیماری خودشو نشون داد و خیلی زود هم از پیش ما رفت. زندگی همینه، باید پذیرفت. من تسلیت میگم به شما، به جامعه هنری، به خانواده محترمشون، به کسانی که با صدا هنریشون آشنا هستن. به حال مهمترین ویژگی آقای عرفانی غیر از مبحث صدا که همیشه مطرح میکنن این بودش که به خوبی و به زیبایی از این صدا استفاده میکردن. شناخت تمام ریزکاری های صداشون، استفاده از اون به شکل دراماتیک، چه در رادیو چه در دوبلاژ. چون تو رادیو یه جور دیگه با از این صدا استفاده کرد، های عرفانی رو بلد بود و در دوبله هم که خب کاملا اون چیزی که از هنرپیشه میگرفت دقیقا بهش پس میداد با همون لحن زیبا و دوست داشتنیش. ببینید من راحتتون بکنم، کمن کسایی که بتونن محور یه فیلم سینمایی خارجی قرار بگیرن و صداشون رو بنشونن روی چهره نقش اول یا یک نقش مکمل رو بالا بیارن. تو فیلم های ایرانی هم همین گونه بود. آقای عرفانی، آقای عرفانی از آدم هایی بودش که مانندش ما حالا نخواهیم داشت. تو همین دایره و همین گنجینه عجیب و غریب دوبلورهای ما که از حضرت استاد اسماعیلی شروع میشه تا بقیه دوستان، خود آقای عرفانی گوهر تابناکی بودن. مطمئنن مصیبت وارد شده بر هنر ما، بر دوبله ما، حالا جبران نخواهد شد و هممون رو تو یک اندوه عجیبی فرو برده و بسیار تلخ هست. و انشالله که خداوند خانم ناظریان رو هرچه سریعتر با شفای عاجلشون به صحنه دوبلاژ برگردونن که گویندگی بکنن و خانم مهسا هم که به خوبی مثل پدر و مادرشون دارن کار میکنن. ببینین انرژی مثبتی که همیشه از صبح تا شب به ما میداد، اون خنده های زیباش، اون خنده های قشنگش، همکار خیلی صمیمی، خیلی خوب، با وفا، با معرفت، واقعا هرچی بگم کم گفت. حیف شد، خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. یه آدم متفاوت تو عرصه دوبلاژ از بین ما رفت، با صدایی با صلابت، شخصیتی مهربان، شیرین، با نشاط، کم نظیر بود. اصلا من باورم نمیشه. مهمترین ویژگی شخصیتیشون چی بود آقای هاشمی؟ توی این سالهای همکاری بالاخره شما با ایشون از نزدیک آشنا بودید. من اولین کسی بودم که، یعنی به خودم میخوام بگم اولین کسی بگم، یعنی که اولین کسی بودن که وقتی وارد عرصه دوبلاژ شدم باش دوست شدم. ایشون و آقای والی‌زاده و آقای خسروشاهی، این سه شخصیت کسایی بودن که خیلی زود با کسایی که وارد میشن صمیمی میشن. اینقدر این مرد صمیمی بود، اینقدر این مرد مهربانه و اصلا وصف ناپذیره. روحیه حسین عرفانی یه روحیه بانشاد بود. هر جا حسین بود گفتگو بود، خاطره بود، نشاط بود. و اگر یه فیلمی هم دوبله میکردیم میخواید صدا کنیم که حسین جان بیا تر این تیکر رو بگیم، زمان زیادی میبرد. بعد متوجه میشدیم که بخشی از خاطرش باقی مونده، تا اون خاطره رو تمام نمیکرد نمیومد. یعنی فضایی که حسین بود همیشه شور، هیجان و لبخند و نشاط بود. و الان من خیلی متاسفم. آقای عرفانی یک آدم با معرفت بود، یک دوست خوب بود، برای من به شخصه مثل یک پدر بود، مثل یک برادر بزرگتر بود. یه آدم با مرام بود، یه آدم مشتی بود، آدمی بود که هر جا که میرفت بهش احترام میذاشتن. چرا؟ به این دلیل که مردم دار بود، دوست داشت مردم و به عشق مردم کار میکرد و مردم هم این چیزها رو خیلی خوب درک میکنن. داشتم به خودم فکر میکردم که چه اتفاقی افتاد. حسین عرفانی آدم سینما بود و در روز سینما هم رفت. همیشه یه تیکی کلامی داشت، میگفتش که اما جون انشالله همه چی جفت جور میشه، همه چی جفت جور میشه، نگران نباش. ولی متاسفانه امروز هیچی جفت جور نیست اما جون. عمو حسین و تیمشون خدا حفظ کنه، آقای والی‌زاده، بزرگان، استاد اسماعیلی، همه‌شون رو به حق بزرگی دارن به گردن مردم ایران، برای اینکه داره به سمت خونه حق میره، خونه آخرتی، خونه حق، خونه همه ما هست. و از او به غیر از خیر هیچ کدوم ما چیزی ندیدیم. اینی که در نماز میت الان دعا گفت اللهم انا ما لا نعلم الا خیرا، ما
به غیر از خیر الان این همه جمعیت اینجای همه تون به خاطر اینکه داریم راهی خونه حق میکنیم عمو حسینو از ته دلتون همه تون یک صدا بگید ما غیر از خیر از عمو حسین عرفانی چیزی ندیدیم. یا علی، حالا به عشق اسم حسین غلام حسین عرفانی پارسایی با ست تا یا حسین از ته دل تو این ایام امام حسینی که توفیق داره شب جمعه شب رحمت ایشالله موقع از آن همین توفیق بشه براش خود ارباب امام حسین از این حسین ایشالله پذیرایی کنه با ست تا یا حسین مجدی امام حسین رو باش قدا میکنیم خداحافظی میکنیم برای خونه حق یک دو سه یا حسین از اینجا میروم روزی تو میمانی و فصل زرد بگو با این خزانه آرزوهایم چه خواهی کرد از اینجا میروم شاید همین امروز یا فردا تو خواهی مان تنها در حصار خشت های سرد تسلیت میگم به همه به همه همکارانم دوستان خوبم به شما عزیزانی که تشریف آورد لطف کردید نزدیک 60 سال در کنار هم بودن از خانواده به من نزدیکتر از 19 20 سالگی در کنار هم بودیم اصلا باورم نمیشه به خدا از روزی که مریض احوال شد وقتی اون نشاط دیگه تو چهره حسین عزیز نبود واحد دوبلاژ همه بچه ها تکیده شده بودن چون به قول آقای همت ورودش با نشاط بود صمیمی بود خندان بود یک عمر در کنار همدیگه کار کردیم جز محبت جز دوستی هیچی نداریم فقط دوبله کار کردیم استاد اگه قرار بشه آخرین جمله رو با دوست و همکار سالهای سالتون در میون بگذاری چی بهش میکنم؟ فقط میتونم بگم حسین چون من هر دفعه میرفتم ببینمش تو بیمارستان بود هر شکستش هم در میومد و اون ناراحت میشه میگنم حسین این گریه به خاطر دوست داشتن زیاده تو چون زیاد دوستت دارم نمیتونم تحمل بکنم که رو تخت بیمارستان باشی و اگر آخرین جمله رو میخوام چه بشم همینو گفتم و آخرین جمله ای باش گفتم میخواستم خدا رو بدم حسین جون آرزو و آرزوی قلبی من اینه که هر چه زودتر شفا پیدا کنی و ما باز تو رو تو خندان و شادان آخرین حرف چون اینقدر حرف ها اینقدر خاطرات تو ذهن من هست با ایشون و خانواده ایشون ما داشتیم که نمیتونم اصلا فراموش کنم فقط آخرین حرف ها میتونم واقعا حیف شد همین شادی که دوست داشتی همواره داشته باشی آرزو میکنم روحت همواره شاد باشه از خدای بزرگ فقط همین میخوام چون این راهیه که هممون میریم انا لله و انا الیه راجعون اون چه که مهمه شادی روحته شاد باشی مثل همون روز و همون لحظاتی که در دوبله شاد بودی حسین جان دوست دارم تو قلب من روحه چه دلم برای تایم شاد باشه همیشه آخرین جمله ها توی درگذشت هنرمندها رو من از آقای استاد اسماعیلی شنیدم ما دقیقا هفته پیش پنجشنبه امروز تشریحشونه پنجشنبه بیمارستان بودیم رفته بودیم ببینیمشون اون جمله عجیب و غریبی که آقای اسماعیلی گفتن خیلی زیبا بود مثلا اینکه استاد اسماعیلی وارد بیمارستان شدن و آقای عرفانی رو دیدن گفتن که حسین چرا اینجایی ما اینجا تو رو نمیخوایم پشت میکروفون میخوایم و آقای عرفانی به خاطر اینکه همیشه از همه زندگیت زدی و پشت میکروفون انتخاب کردی
واسه همیشه تو همه خاطرات ما جا داری. کم نیستش که سه نسل که با هم زمان بودن عاشقت هستن و سینما رو باهات میشناسن و نسل‌های بعدی هم حالا‌ها با آوخ و هرمان نگاه میکنن فیلم ها رو و صدات رو نفس میکشن. حسین عرفانی عشق بود، زندگی بود، افسوس رفت. از اینجا میروم تا شهر فرداهای نامعلوم، که آنجا سرنوشتم هرچه پیش آورد پیش آورد. از اینجا میروم، اینجا کسی آینه باور نیست که دارد آسمانش سنگ می‌بارد.